مخالفت سیاسی در قرن 21 با موسیقی و گرافیک و تدوین و رنگ و روی حرفه‌ای. الکسی ناوالنی مخالف سیاسی روس این مستند بلند را حدود یک هفته پیش منتشر کرد. فیلمی دو ساعته که خود آقای ناوالنی آن را تهیه کرده بود و جلوی دوربین با حوصله از یافته‌هایش درباره فساد مالی و سیاسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و اطرافیانش صحبت می‌کرد. فیلمی پر از اسناد مختلف، گرافیک‌های تلویزیونی جذاب و حتی جزئیاتی درباره روابط شخصی آقای پوتین. اما در قلب این فیلم پر از هیجان، این ویلای اشرافی نظر همه را جلب کرده. ساختمانی مجلل در حاشیه دریای سیاه که به گفته ناوالنی 1 میلیارد دلار می‌ارزد و به عنوان بزرگترین رشوه تاریخ به پوتین اهدا شده. Аквадискотеку я вам уже показывал. Вот фото, вот она на плане. Но это ладно. ناوالنی در این فیلم زیر و زبر این خانه یا کاخ اشرافی را مرور می‌کند و می‌گوید که این عمارت توسط اطرافیان فاسد پوتین برای او ساخته شده. دوستان ناوالنی این فیلم را سه‌شنبه گذشته منتشر کردند. دو روز بعد از اینکه الکسی ناوالنی بعد از بازگشت به کشورش در فرودگاه بازداشت شد. Дорогие друзья, добрый день. و حالا که بعد از حدود یک هفته میلیون‌ها نفر در روسیه این فیلم را دیدند، سرانجام پوتین شخصاً به آن واکنش نشان داد. در جلسه دیدار مجازی با دانش آموزان و در پاسخ به یکی از حاضران که درباره این فیلم پرسید. فیلم رو ندیدم چون وقتشو ندارم. اما هیچ چیزی که توی این فیلم گفته شده متعلق به من یا اطرافیانم نیست. هیچ وقتم نبوده. این اطلاعات 10 سالی هست که منتشر شده. الان دیدم فرصت خوبیه که همه چیزو بذارن کنار هم و مغز شهروندان رو شستشو بدن. پوتین زمانی به اتهامات پاسخ داد که خیابانهای مسکو به این شکل در آمده بود. آرام و خالی از معترضانی که همین چند روز پیش علیه او شعار می دادند. وگرنه مسکو 2 روز پیش این شکلی بود. هزاران معترض شعار می دادند که ناوالنی را آزاد کنید، روسیه بدون پوتین. یکی از بزرگترین اعتراض‌های خیابانی علیه حکومت کسی که 22 سال است در روسیه در قدرت است. سکوت مسکو این چنین به دست آمد با دستگیری گسترده معترضان. حتی همسر ناوالنی هم در راه ملحق شدن به معترضان دستگیر شد. مسئله‌ای که به جلسه وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا نیز کشیده شد و در میانه یک روز پرکار برای دیپلمات‌هایی که آغاز کار رئیس جمهوری جدید آمریکا و مسئله برجام را در دستور کار داشتند، آنها را مجبور کرد که موضوع روسیه را هم به بحث بگذارند. به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اساس گزارش‌ها 3000 نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در روسیه بازداشت شدند و این موضوع مایه نگرانی کشورهای عضو این اتحادیه است. الکسی ناوالنی از مهمترین مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین است. او 8 روز پیش اعلام کرد که از آلمان به روسیه باز خواهد گشت. وقتی به مسکو رسید، در همان فرودگاه دستگیر شد به اتهام نقض کردن شرایط آزادی مشروط از زندان بعد از محکوم شدن در یک پرونده اختلاس، پرونده‌ای که 2 سال پیش علیه او گشوده شد و موجب شد تا نتواند در انتخابات ریاست جمهوری با پوتین رقابت کند. ناوالنی میگوید این پرونده سیاسی است و اتهاماتش همه ساختگی هستند. اعتراض‌هایی که بعد از دستگیری او در روسیه شکل گرفت تا همینجا نشان داده که در نبود چهره‌های سیاسی شناخته شده که بتوانند جلوی پوتین قد علم کنند، او از معدود کسانی است که دست کم دستگیریش برای حکومت بی‌هزینه نیست. کیوان حسینی، BBC.